خسروانی. خسروانی منصوب به خسروان هست و برمیگرده به خسرو پرویز شاه ساسانی و به الهانی گفته میشه که باربد یا باربود آهنگساز و نوازنده چیره دست دوره ساسانی اونها رو ابداع و نواخته. ادوارد براون معتقده که بالغ بر 360 خسروانی یا دستان باربودی خاص میهمانی های روزانه شاه توسط باربد ساخته شده بوده و برای هر روز یک خسروانی. در تعداد این خسروانی ها تحقیقات بعدی نشون میده که 7 تا خسروانی داشتیم که برای 7 روز هفته بوده و بعدها اوفی در لباب الالباب میاره که اینها 7 دستگاه خاص شاهان بوده. این 7 خسروانی 7 مجموعه کاملتری بوده که بعد سیلح و 360 دستان در دل اونها جا میگرفته. سیلح برای 30 روز ماه و 360 دستان هم به تبع 360 روز سال. کسانی که این شمارش رو تایید کردن مسعودی، سعالبی، اوفی، خواجه نصیرالدین طوسی و کریستیان سن هست. خسروانی رو میتونیم نمونه کهن کلام شعرگونه پارسی قدیم بدونیم که در وزن غیر عروضی مثل شعر کهن پارسی ساخته و اجرا میشده. اما اینکه بی وزنه میتونیم بگیم نادرسته. وزن درش هست ولی وزنش عروضی نیست. باز ادوارد براون انگلیسی به وجود وزنی خاص در خسروانی ها اشاره داره. یا شمس قیس خسروانی ها رو داره یه نثری خاص میدونه که یک وزن دارن و خواجه نصیرالدین طوسی در معیار الاشعار برای خسروانی ها قائل به وزن هست. چون خسروانی ها با اینکه عاری از وزن عروضی بودن ولی دارای نوعی وزن و با حالت پیچیده تر وزن های عروضی هستند که به اونها میگیم وزن غیر حقیقی یا مجازی. و دانشمندان مختلف نظر واحدی در مورد وزن غیر حقیقی یا مجازی در شعر کهن پارسی دارن. ابن سینا هم وقتی میاد از وزنهای موصل و مفصل، مفصل به معنی فاصله دار و موصل به معنی وصل به هم یاد میکنه، معتقده که بسیاری از مردم بعد از آشنایی با عروض عرب چون با اون مأنوس شدن خسروانیات رو بدون وزن میشناسن، در صورتی که خسروانیات از الهان موصل به حساب میاد و میشه گفت همه الهان کهن پارسی از جمله خسروانی ها ایقاع موصل درشون به کار رفته. وقتی وزن موصل باشه تمام ایقاعات مفصل رو انگار شامل میشه. بنابراین همیشه تعداد خسروانی ها و وزن اونها در تمام متون ادبی مورد بررسی قرار گرفته و ملک و شعرهای بهار در جلد 2 سبک شناسی از همین خسروانیات نمونه هایی ارائه کرده و معتقده که برخلاف عقیده بسیاری از سرایندگان عرب خسروانیات نثر مسجع نیست و دارای وزن به خصوص هست. در کتاب المحاسن نوشته بیهقی از خسروانی به نام یک شاعر یا موسیقیدان نام میبره که به نظر میاد این غیر دقیق باشه، چون ابوطاهر خسروانی بین زمان رودکی و فردوسی زندگی میکرد و از شعرهای قدیم خراسانی بود و متخلص بود به خسروانی. و همچنین در لباب الالباب نام شاعری یاد میشه در دوره سامانی که به نام خسروانی تخلص میکرده. و ملک شعرهای بهار میگه که در قدیم سرودهای خسروانی بوده که نوعی از سرود به حساب میومده و میشه گفت اولین نوع ترکیب موسیقی و کلام
برمیگرده به همون خسروانی ها و میتونیم خسروانی ها رو حالا به قول بعضی خسروانیات، که البته به نظر من این ترکیب غلطه چون خسروانی فارسی هست، به الف و تی عربی نباید اون رو بچسبونیم، ولیکن خسروانی ها نخستین سرودهای پارسی هستند و خسروانی خانی از قدیم رایج بوده برای پادشاهان، موبدان و نگهبانان آتشکده ها اینها خونده می شده و احتمالاً با گاتهای مذهبی زرتشتیان میتونیم اونها رو بی ارتباط ندونیم. نظامی هم از الهان باربدی و خسروانی ها سخن گفته در خسرو شیرین خودش و وحید دستگردی نظامی شناس بزرگ معتقده که در اشعار نظامی 31 لحن موجوده و 31مین اونها خسروانی هست. همچنین از خسروانی به عنوان دایره یا گام در موسیقی استفاده شده، مثل 8 خسروانی عهد بهرام پنجم ساسانی که همونطور که گفتیم مثل دستگاه یا گام یک همچین شخصیتی انگار داشته، 7 خسروانی یا 8 خسروانی. اما امروزه خسروانی نام گوشه‌ای هست در دستگاه ماهور، همچنین در راست پنجگاه و ترک هم اومده و البته در تحقیقاتی که من انجام دادم در بسیاری از دستگاه های دیگه هم این خسروانی دیده میشه، نه حالا به نام خسروانی ولی اون فیگور اصلی خسروانی تکرار میشه و البته من اون رو نوعی فرم در موسیقی میدونم که میتونیم ما با استفاده از این فرم در جای جای ردیف و در هر دستگاهی که هستیم این ملودی رو بست بدیم و بداهه پردازی کنیم روش. خسروانیات یا همون خسروانی ها مجموع الهان خسروانی بودند که نخستین نمونه پیوند موسیقی کلام به حساب میان و خسروانی خانی در دوره کیانی بسیار رایج بوده و مربوط به گاتها بوده و به قول مسعودی ادامه خسروانیات میشه 7 دستگاه که بعد از اسلام شده اتطرق یا اتطرق الملوکیه. این خسروانیات به صورت دست جمعی هم اجرا میشده و میتونیم بگیم که ما در دوران ساسانی گروه کر هم داشتیم، گروه همخوانان، سرودخوانان که به صورت رسمی اجرا میکردن و معمولا سراینده به تنهایی جمله اول رو ادا میکرده و خوانندگان و جمع سرایندگان اون رو تکرار میکردند. زننده بدان سر برداشت رود، همان ساخته خسروانی سرود، از فردوسی. و یا حافظ میگه مغنی کجایی به گلبانگ رود، به یاد آوران خسروانی سرود. خسروانی رو میتونیم بگیم یه همچین حالتی داره، سو 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 فا میره، یعنی وقتی ما یه همچین فیگوری رو در هر جای ردیف تکرار کنیم به صورت دا 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 دام 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 یا بعد معتقدن دا دام 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 دا 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 دا، این میشه خسروانی. حالا من میتونم اینو در شور مثلا اجراش کنم، این رو بست بدم. حالت اصلی خسروانی پس همون در ابتدای این گوشه معرفی میشه.